خانم دکتر رحیمه، دانشجویانی که از این درس ها استقبال میکنن، میان در کلاس ها شرکت میکنن، چه طیفی رو تشکیل میدن؟ آیا ایرانی تبارها هستن، آمریکاییان هستن؟ برخورد و واکنش اونها نسبت به برگزاری چنین کلاس هایی و ایجاد و تأسیس مرکز ایران شناسی در دانشگاه یو سی ایرواین چه هست؟ بله، ما هم دانشجوهای ایرانی تبار داریم در کلاس های زبانمون، مخصوصا ایرانی هایی که نسل دوم یا سومی که در اینجا بزرگ شدن فارسی محاوری رو بلد هستن، ولی گاهی به دستور زبان و نوشتن تسلط ندارن. و خوشبختانه آمریکایی، دانشجوهای آمریکایی هم داریم که هیچ نوع آشنایی با ایران ندارن، ولی استقبال کردن و دوست دارن که در این کلاس ها شرکت کنن، چه از کلاس زبان گرفته، چه کلاس های تاریخ، موسیقی و همچنین ادبیات. من خودم برای مثال بگم که در کلاسی که پارسال درس میدادم در زمینه ادبیات معاصر ایران، نصف کلاس ایرانی تبار بودن، نصف دیگه آمریکایی، و جوانهایی که واقعا علاقه داشتن بدونن که این چیز ایران چه نوع کشوریه، چه تاریخی داره، چه فرهنگی داره. و وقتی ما ادبیات معاصر ایران رو میخوندیم باشون، مکالماتی که و بحثایی که بین این دو گروه ایرانی تبار و غیر ایرانی میشد برای من بسیار آموزنده و جالب بود، بلکه میدیدم جوانهای ما چه ایرانی باشن چه آمریکایی، چه دید بازی دارن نسبت به این مکالمات فرهنگی و ایجاد پلهای فرهنگی. و میدونم شما مدرک دکترای خودتون رو در ادبیات تطبیقی دریافت کردید، الان هم اشاره کردید که در همین زمینه در دانشگاه یو سی ایرواین فعالیت هایی میکنید. مختصر توضیح میدید چه موادی رو تدریس میکنید، راجع به کدوم یک از آثار معاصر ادبی ایران صحبت میکنید و این کلاس ها چه مسائل و مواردی رو در بر میگیره؟ بله، من خودم چون تخصصم بیشتر در ادبیات معاصر ایران هست و همچنین در زمینه سینما ایران کم کار کردم، کورسایی رو که اینجا ارائه میدم خواه نخواه در ادبیات مدرن و معاصر خواهد بود. کورسایی که من ارائه میدم از ادبیات، فکر کنید از شروع ادبیات مدرن ایران، از آثار جمالزاده شروع میشه تا آنچی که الان در ایران چاپ میشه. دانشجوهایی که علاقه دارن بدونن که تاریخ ادبیات معاصر چی بوده، چه در شعر چه در داستان نویسی، خیلی استقبال میکنن. یکی دیگر از زمینه‌هایی که من درش کار میکنم و کورس ارائه میدم ادبیات مهاجر ایران هست. یعنی ما الان نویسنده هایی در بسیاری در خود آمریکا داریم، ایرانی تباری که الان ایرانی تبارانی که به زبان انگلیسی داستان می نویسن. یکی از کورس هایی که خیلی از دانشجوهای ما استقبال می کنن ازش هست به اسم Iranian Diaspora Literature. و در مورد زمینه دیگه هم کورس هایی که در ارتباط بین سینمای معاصر ایران و شعر نوع فارسی هست. من در این زمینه ها مشغول به کار هستم و خیلی، البته در قسمت بخش فوق لیسانس و دکترها این کورس ها رو میشه خب خیلی راحتر به زبان فارسی تدریس کرد. درسته. خانم دکتر رحیمی، از دید شما چه اهمیتی داره تأسیس و تشکیل چنین مراکز ایران شناسی در کشوری مثل آمریکا؟ چرا احتیاج هست و این لزوم احساس میشه که در این زمینه فعالیت‌های بیشتری بشه تا فرهنگ و تاریخ و زبان فارسی بتونه به این شکل به نسل آینده منتقل بشه؟ شما اون رو چگونه میبینید؟ من فکر میکنم یکی از قدم مثبت‌ترین قدم‌هایی که میتونیم برداریم و من بسیار خوشحالم که ایرانی‌هایی که اینجا دیگه زندگی خودشون رو ادامه میدن، متوجه شدن، مثل افرادی مثل دکتر مسیح متوجه شدن که ما وظیفه خودمون هست که سرمایه گذاری کنیم و بتونیم فرهنگ خودمون رو اینجا بهتر بشناسونیم. و مخصوصا در دوره‌ای که روابط بین دولت‌ها خوب نیست ولی مردم‌ها با هم ارتباط خیلی مثبتی دارن و علاقه دارن که بیشتر یاد بگیرن در مورد فرهنگ، تاریخ و هنر، ما بتونیم خودمون همت بیشتری بکنیم و بتونیم این زحمت رو بکشیم که خودمون رو در این جامعه بیشتر بهتر بشناسونیم. من فکر میکنم مراکزی مثل جوردن سنتر و همچنین مرکزی که در مریلند هست،
که دکتر همکار عزیز من دکتر حکاک اونجا مدیریت شبهات دارن، بسیار نقش مهمی برای آینده جامعه ایرانی در آمریکا خواهد داشت. و من وقتی میبینم نسل جوان خود ما، بچه هایی که در آمریکا به دنیا اومدن، ایرانی هایی که ممکنه فقط فارسی دو سه کلمه بلد باشن، با چه اشتیاقی میان به مرکز و میپرسن چجور میتونیم همکاری کنیم، پرس چی میتونیم برداریم. خب میبینم که بسیار برای آینده ما مهم. با سپاس از شما خانم دکتر نسرین رحیمیه، مدیر مرکز ایران شناسی دانشگاه یو سی ایرواین، برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم. روز خوبی رو در ایرواین داشته باشید، جنوب کالیفرنیا. متشکرم، روز شما هم خوش. با سپاس.